نتفلیکس بالاخره بعد از مدت ها زحمت کشید و یه تریلری از فصل دوم سریال اسکوید گیم یا همون بازی مرکب بیرون دادش. البته این تریلری هم که دادی یه مقداری به هم ریخته است، بیشتر شبیه اینه که داره سریال جدید خودش رو برای امسال بهمون معرفی میکنه و داره تو این تیزری هم که حالا بهمون نشون میده یه چند تا شات هم از این سریال بهمون میده، در کنارش یه سری تصویرم قبلا بیرون اومده و جزء اطلاعات لیک شده است که میذارم کنار این تریلری که وجود داره تا با هم دیگه بریم ببینیم که توی فصل دوم این سریال قراره که چه اتفاقاتی بیفته و میتونه مسیر داستانی به کدوم سمت حرکت بکنه. درود به همگی، من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. قبل از اینکه اصلا ویدیو رو شروع کنی حتما یادت باشه که تا الان اگه کانال ساب نداری سابشو بزن، به خاطر اینکه اطلاعات جدیدتری بیرون بیادش مطمئن بررسی تریلر و تیزر جدیدم براتون داخل کانال قرار میدم. از این تریلری که بیرون اومده هیچ چیزی در مورد تاریخ پخش سریال به همون نمیده، ولی خب تو اطلاعاتی که وجود داشت و صحبتایی که داره میشه احتمالاً آخرای تابستون جایی باشه که فصل دوم این سریال قراره که شروع به پخش کنه. شاتایی که اینجا داره بهمون نشون میده برمیگرده به همون اتفاقاتی که انتهای فصل اول هم دیده بودیم، جایی که دارید میبینید گیهان داره با تلفن صحبت میکنه و این با تلفن صحبت کردن و اون رنگ موه جدیدی هم که به خودش گرفته کلی بحث برانگیز بود و قرار بودش که کلی مثلا بیان در موردش بهمون توضیح بدن، ولی مشخصه توی شاتای مختلفی که وجود داره قرار این رنگ موه تغییر بکنه. حالا این رنگ مویی هم که اینجا بودش خودتون میدونید به خاطر این بود که یه تایمی همیشه رنگ آبی رو انتخاب میکرد و توی اون بازی هم آبی رو که برداشت یه حالت بازنده ای داشت، این تغییر رنگی به این سمت حرکت کرد که اون الان دیگه یه آدم برنده ای و به سمت یه مقداری تغییر شخصیتی نسبت به گذشته داشته، یعنی اون آدم نرمال و ضعیف و ساده ای که قبلا بود الان تبدیل شده به یه کاراکتری که از یه بازی خیلی بزرگ جون سالم به در برد و این رنگ موه رو اومده بودن براش انتخاب کرده بودن. حالا کار نریم، این تلفنی هم که داره میزنه، صحبتی هم که داره میکنه احتمال خیلی زیاد با همون فرانتمن داره صحبت میکنه که همون مرد ماسکی که توی سریال هم وجود داشت. در مورد این که قراره چه اتفاقی پیش بیادش میتونیم تئوری‌های مختلفی بدیم که تو این دو تا تئوری هم که میخوام اینجا بهتون بگم یه دونش به این سمت حرکت میکنه که اون شخصیت بیاد به این کمک بکنه تا اون وارد بازی‌ها بشه و بتونه بازی‌ها رو کامل از داخل نابود بکنن، یه حالت دیگه‌ش هم اینطوریه که اون تبدیل بشه به ویلن جدید فصل دوم. چون وقتی که میان شروع میکردن در مورد این کاراکتر بهمون توضیح میدادن کاملا مشخص بودش که اونم جزء برنده‌های بازی بود، کسی بودش که قبلا وارد این بازی شده بود ولی خب تو این بازی و جو محیطی گیر کرده بود و نمیتونه بیادش بیرون و یه حالت زندانی مانندی رو داره. یعنی این زندانی شدن اینطوری نیستش که از سر اجبار اونجا باشه، اون به خاطر اینکه خودش اونجا گیر انداخته، ذهنش داخل این بازی گیر کرده و داریم میبینیم که همیشه داره این مسیر رو تکرار میکنه و تبدیل شده به یکی از اعضای ثابت این مرحله و این بازیایی که میان انجام میدن. گیانی هم که داریم میبینیم کاملا مشخصه که میخواد سازمان نابود بکنه به هر دلیلی که حالا داره براش پیش میاد، این که داره متوجه میشه همچنان هم این سازمان بعد از اون بازی بزرگی که اونو انجام دادن داره به کار خودش ادامه میده، با اینکه دیدیم اون پیرمردی که توی بازی ها هم بوده بعدن متوجه شدیم رأس کار یعنی نامم مردش همچنان داره مسیر ادامه پیدا میکنه. این موضوع داره بهمون نشون میده که گیانی که داریم میبینیم تا سازمانو کاملا نابود نکنه و بازی رو قطع نکنه بی خیال ماجرا نمیخواد بشه. چون اگه یادتون باشه نام خودش میدونست که مریض رو داره میمیره، یعنی خیلی هم سال زیادی بودش که مریض بود و بدون شک برنامه ریزی کاملی انجام داده بود که این سازمان و بازی ها به این راحتی تعطیل نشن و احتمال داره اصلا نفر بعدی که رأس کار گوشته باشه همون فرانتمن باشه که داره از اون استفاده میکنه تا اون کسی باشه که ادامه مسیرش رو جلو بره. حالا اتفاقاتی که اینجا میفته چطوریه؟ ممکنه که مسیر به این سمت حرکت بکنه مثل قسمت اولی که تو فصل اول داشتیم، جایی که دید گیان مجبور به خاطر نداری و ناچاری و بدبختی بره وارد این بازی ها بشه. شاید اینجا هم همین اتفاق میفته ولی این بار متفاوت جلو میره. این بار حالا همه چیز داره ولی عذاب وجدانی که داره به خاطر اتفاقی که داره برای مردم میفته و اون بازی و اتفاقات بدی که خودش پشت سر گذاشت باعث این شده که بخواد این سازمان رو نابودش کنه. یه شات دیگه ای که فصل دوم بیرون اومده جاییه که داره به ما نشون میده گیان با یه ظاهر کاملا متفاوت و رنگ مویی که برگشته به شکل گذشته خودش، حتی موهاش هم کوتاه‌تر شده، روبروی همون مرد استخدام کننده، کسی که برای اولین بار اومد اونو وارد بازی کردش و در انتهای فصل هم دیدیم که متوجه شد که این بازی ها ادامه داره، اون داره یه نفر جدید رو پیدا میکنه، هرچند که دنبالش هم رسید نتونست بگیرتش، تونست کارتشو به دست بیاره.
احتمالا این شاتی که داری میبینی بعد از همون اتفاقات باشه. اینطوریه که چون کارتو به دست آورده تونسته اون فرد استخدام کننده رو پیدا بکنه، ولی یه نکته اینجا تو این شات داری میبینی که متفاوت از اون بازی قبلی که انجام میدادن، دارید میبینید که یه اسلحه توی دست اون طرف ممکنه که همون بخوان اسلحه روسی رو بازی بکنن. این سبک بازی و نور محیطی هم که اینجا قرار گرفته به نظر میرسه که این بازی متفاوتی از استخدام کردن یه نفر به عنوان شرکت کننده است و این بار گیان شاید میخواد به عنوان یه نیرو وارد سازمان بشه تا بتونه از اونجا دخل سازمان رو بیاره. اگه دقت بکنید چهره این طرف هم زیاد خوشحال نیست، یعنی کاملا مشخص میدونه شاید گیان میخواد چه کاری بیادش رو انجام بده و اینطوریه که داره اونو وارد اتفاقات جدیدی میکنه، اتفاقاتی که میتونه کل مسیری که اونم داره چون به عنوان یه کارمند داره براشون کار میکنه رو کاملا نابود بکنه. شاید بعدی که وجود داره جایی که گیانو داره بهمون نشون میده و یکی از اون سربازایی که دیده بودیم و جز نیروی کارگری بودش که برای بازی و فعالیت میکردن اونجا وجود داره. اگه نگاه بکنید همون ماسک روی صورتشه، همون لباس تنشه، ولی محیط اطراف اگه نگاه بکنید خود گیان که لباس معمولی تنشه، آدمایی هم که اونجا آدمای معمولی هن و لباسای معمولی دارن، بیشتر شبیه کلابی باری جایی که دور هم دیگه الان جمع شدن و احتمال خیلی زیاد این کاراکتری که داریم یعنی یا برای اذیت کردن گیانه که اونو بکشتش به سمت بازی ها مسیری که میتونه دو مرتبه داشته باشه، یا اینکه یه توهمیه که توی ذهن اونه، یعنی عذاب وجدان بزرگی که از اون بازی ها همچنان داره، یعنی اون مسیر و ریتم روندی که طی کرده با اینکه برنده شده ولی هنوزم ذهنش درگیر اتفاقاتیه که میتونه اونجا پیش بیاد و آدمای دیگه که قراره اونجا حسابی از بین برن. چون میدونید که این سربازایی که اونجا داشتن کار میکردن اصلا آزادی عمل نداشتن، به خاطر همین نمیتونن بیان بیرون با اون لباس توی یه جای عمومی سر کلهشون پیدا بشه و احتمال خیلی زیاد همون توهم یا عذاب وجدانی که این کاراکتر داره. شات بعدی جاییه که داره به ما یه زنی رو نشون میده که به اون کارت بازی ها داره نگاه میکنه. احتمال خیلی زیاد این کاراکتری که داریم اینی و ظاهر جدیدی هم داره شخصیت جدیدیه که در کنار کاراکتر اصلی ما وارد این اتفاقات میشه. حالا اون وارد بازی ها میشه بخواد ریتم مسیر بازی ها رو جلو بره تا برنده بازی بشه. اون طرف حالا گیانی ها داریم که سعی میکنه وارد سازمان میشه تا سازمان رو کاملا نابودش بکنه. احتمال خیلی زیاد این کاراکتری که داریم تو این شات میبینیم برنده جدید بازی ها قراره باشه و خب شاید در انتهای اتفاقاتی که داره مراحل آخری که میخوان بهمون بیان و نشون بدن اونجا جایی باشه که حالا به گیانم کمک بکنه تا بتونن سازمان از بین ببرن. یه شات هم از خود فرانتمن داریم که داریم اونو دو مرتبه میبینیمش، کاملا مشخصه که به عنوان یک شخصیت خیلی پررنگتر نسبت به گذشته خودش قرار باش روبرو بشیم. این امکانم وجود داره که این کاراکتری که داریم میبینیم شاید تا مثلا قسمت‌های دو تا مونده به آخر یا سه تا مونده به آخر به عنوان یک کاراکتر شرور بیان بهمون نشون بدن، ولی بعد از اون اتفاقات از اونجایی که میدونیم احتمال زنده موندن برادرش خیلی زیاده، روبرو شدن اون با برادرش باعث این میشه که بیادش یه تغییر جهتی بده و به سمت نابود کردن این بازی‌ها بخوادش حرکت بکنه. فصل اول سریالی که باهاش روبرو شدیم اتفاقاتی که داشت بهمون نشون میداد یه ریتم خیلی جالبی داشت و اونم این بودش که تمام شخصیتو که میدادیم کارمای خودشون میدادن پس میدادن. اینطوری بود که مثلا اون شخصیتی که دیدیم از رئیسش دوزی که بعدن تو اون بازی‌ها یه نفر تیلاهاشو دوزید، یا اونی که دیدیم جز گروه مافیایی بود و از روی پل مردم پرد میکرد پایین بعدن تو اتفاقات و مسیر داستان دیدیم که خودش از روی اون پل پرد شد پایین، یا اون دختری که جز شخصیت‌های اصلی بود و یه نفر تهدید کرد و چاقو زیر گلوش گذاشت دیدیم در انتهای مسیر گلوی خودش بریده شد، و هم که رفیق گیان بودم دیدیم کسی بودش که میخواست خودکشی بکنه در آخرم خودشو به خاطر رفیقش فدا کرد. اینطوری بودش که روند ماجرا اتفاقاتی که میافتاد همه چیز به هم دیگه متصل بود و ربط داشت. حالا کارگردان توی حرفایی که زده به نظر میرسه که برای فصل دوم میخواد بیادش همچین مسیر حرکتی رو داشته باشه که به این راحتی نمیشه از عواقب کارهایی که دارن انجام میدن فرار بکنن. یه نکته دیگه ای هم که در مورد این بازی وجود داره اینه که توی اون پرونده‌ای که دیدیم از 1988 بازی ها شروع شده بود. اگه ببینیم به سن اون پیرمردی که توی بازی هم بود دقت بکنیم اون احتمالاً نفر اولی بوده که وارد این بازی ها شده، بعدا حالا خودش هم بازی ها رو ساخته بود و ادامه مسیری که جلو اومده بود و تبدیل به رئیس این ماجرا شده بود. برای این شخصیت فرانتمن یا مرد ماسکی که داریم هم تماشاش میکنیم هم ممکنه همین اتفاق الان افتاده باشه، یعنی اون الان به عنوان کاراکتری باشه که میتونه توی رأس قدرت این بازی ها قرار بگیره. توی حرفایی که حالا تیم سازنده زده بودن و خود کارگردان فیلم زده بودن برگشته بودن گفته بودن که فصل اول انقدر استرس‌زا بود که خود کارگردان 6 تا دندوناش هم به خاطر فشار عصبی
دست داده بود و برای فصل دوم بودجه خیلی بیشتری رو گرفتن تا بتونن بیان سکانس ها رو خیلی طبیعی تر و بهتر بسازن، این قدرت رو داشته باشن که هزینه بیشتری رو روی فصل دوم انجام بدن. قرار سکانس های مختلفی که میبینیم بازی ها متفاوت بشه، اکشنی که میبینیم کاملا ارتقا پیدا بکنه و صحنه مرگ و اتفاقات هیجانی که توی سریال هم هست خیلی قوی تر نسبت به فصل اول بشه. حالا باید بیایم منتظر باشیم ببینیم که وقتی که سریال میادش بیرون یا تریلرهای دیگه که بیرون میده و در مورد فیلم قرار بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم میتونه واقعا بیادش و رکورد فصل اول خودشو بشکنه. از اونجا که میدونیم شما تا بیاید توی گوگل بنویسید که بازی مرکب یا اسکوید گیم، میره به سمت این که گزینه‌هایی که مردم همیشه سرچ کردن اینه که فصل دوم کی قراره بیادش و کاملا مشخص خیلی منتظرن تا با فصل دوم این سریال روبرو بشن و بعد ببینیم که میتونه نتیجه مثبتی داشته باشه و رکورد خودشو جابجا بکنه یا فقط همون فصل اول بودش که حسابی تونست محبوبیت زیادی پیدا بکنه و کلی مخاطب دنبال خودش بکشه. در مجموع اینم تمام نکاتی بودش که در مورد این تریلری که بیرون اومده و شاتایی که وجود داره و حرفایی که زدن میتونستم بهتون بگم. اطلاعات جدیدی مطمئنم بیرون بیادش براتون ویدیو جدید درست میکنم داخل کانال قرار میدم. لایک و ساب و زنگوله هم یاد نره فعالش بکنی، اینطوری میتونی به محتوای جدید راحت تر دسترسی پیدا بکنی. بیای توی کانال ویدیو جدید رو تماشا بکنی و این ویدیو رو هم برات میذارم اینجا که در مورد تایملاین کنگ با هم دیگه صحبت کردیم و میتونی بری این ویدیو رو هم تماشا کنی. در مجموع دیگه حرفی هم نمیمونه، تا ویدیو بعدی بدرود.